مقام‌های روس اتهامات مربوط به هک کردن کامپیوترهای سازمان‌های سیاسی و انتخاباتی آمریکا را تکذیب کرده و تهدید به مقابله به مصر توسط آمریکا را نیز محکوم کرده‌اند. اما کارشناسان امنیت سایبری می‌گویند هک کردن رایانه‌ها که از جانب نهادهای دولتی حمایت می‌شود بخشی از جنگ اطلاعات روسیه با غرب است و به صورت بی‌سابقه‌ای هم افزایش پیدا کرده. گزارشی در این مورد از دانیل شرف خبرنگار صدای آمریکا در مسکو، توجه کنید. در جنگ به اصطلاح اطلاعاتی روسیه تعدادی از حملات سایبری توسط گروه ست یا شبکه که حامی کرملینن انجام می شود. معتقدیم که نظر ما در مورد سوریه و اوکراین و پوتین بخش مهمی از کار ماست که باید به مخاطب خارجی منتقل کنیم. این گروه از جوانان روسی ویدیو کلیپ های تولید کرده و در شبکه های اجتماعی پست می کنند، اما می گویند که کرملین از پیام های جانبدارانشان دفاع نمی کند. با این حال تردیدی نیست که طرفداران رئیس جمهوری روسیه از این گروه جانبداری کرده و تنهایشان نمی گذارند. یکی از خبرنگاران جوان روسی می گوید شبکه تنها محل تولید این گونه پیام ها در روسیه نیست. ویراستار وب سرخ نیز که حملات سایبری روسیه را مظنون اثرش قرار داده می گوید تمام این حملات خصوصیت مشابهی دارند. پیام های جانبدارانه را در سطحی جدید و بسیار پیچیده از حمله سایبری دریافت کردیم که همه ایده مشابهی دارند. حمایت نهادهای دولتی از انواع و اقسام هکرهای غیررسمی. کارشناسان امنیت سایبری میگویند پیدا کردن سازنده اصلی بدافزارها و ویروسهایی که برای از کار انداختن کامپیوترها استفاده می شود چالش بزرگی است. اما پیشرفته بودن آن جای شک باقی نمی گذارد که یک نفر یا یک گروه نمی تواند از پس ساخت و انتشار آن برآید. میبینیم که برای مثال امکان ندارد که یک هکر ساده بتواند چنین حمله‌ای را برنامه‌ریزی و اجرا کند. با توجه به پیشرفتگی و پیچیدگی این بدافزارها احتمالاً دولت مسئول این نوع از حملات است. بزرگترین هدف سیاسی حملات سایبری روسیه در یک سال اخیر ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون و دخالت در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود. کارشناسان میگویند با پیشرفت فناوری و ابداع بدافزارها و ویروس‌های جدید تعداد حملات سایبری مورد حمایت دولت‌ها هر سال دو برابر می‌شود.